دوستان همیشگی و خوب خودم سلام، علی رجبی هستم. میخوام امروز راجع به یکی دیگه از ویژگی های فوتوشاپ CS5 صحبت بکنم، یا همون فوتوشاپ CS5. در ابزارهای ویرایشی و در زیر مجموعه ابزار قلم، ابزاری اضافه شد به اسم ابزار میکسر براش، یا قلم میکس کننده یا ترکیب کننده یا مخلوط کن. به نوع این ابزار یکی از ابزارهای خیلی خیلی قدرتمند ادوبی یا در حقیقت نرم افزار فوتوشاپ هست که برای نقاش مورد استفاده قرار میگیرم. البته طراحان گرافیک هم میتونن ازش استفاده کنن با توجه به نیازی که دارن. اما یه توصیه ای من برای شما دارم، اونم این هستش که کار کردن با این ابزار و اصولا کار کردن با ابزار قلم، به هر حال میدونیم که خیلی از ویژگی هاش با قلم نوری مرتبط هست. جعبه در حقیقت F5 رو میارم، میگم جعبه F5. F5 رو میزنم تا جعبه براش من ظاهر بشه، یا در منوی ویندو میام و براش رو اینجا خواهم داشت. قلم های در فوتوشاپ CS5 برای ما اضافه شده به اسم بریسل براشز، که در حقیقت قلم هاییست که ما در نقاشی از اونها استفاده میکنیم. و نکته جالب اینجاست که آیکون پایین رو اگر فعال بکنم و قلم نوری داشته باشم، میتونم شکل ظاهری قلم رو ببینم موقع کلیک و درگ کردن که به چه صورت عمل میکنه، و با کلیک کردن من روی خودش میتونم زاویه‌اش رو تغییر بدم، به طور مثال از بالا ببینم که به چه صورت حرکت میکنه. ضمن اینکه داشتن قلم نوری بسیار بسیار توصیه میشه برای کار کردن با این همچین ابزارهایی. میتونم در حقیقت کوچیک‌ترش بکنم یا بزرگتر، حالا به هر صورت. در ضمن قلم‌های من یا مدل‌هایی که اینجا برای من تعریف شده حالت‌های متفاوتی دارن، و ضمن اینکه میتونم با توجه به امکاناتی که در قسمت بریسل کوالیتیز دارم، به طور مثال بلندی، پهنا یا ارتفاع قلم رو کم یا زیاد بکنم، تیکنس زخامت قلمم رو تو پرتر بکنم یا کمتر بکنم، یا زاویه‌اش رو تغییر بدم بسته به نیازی که دارم، یا مقدار در حد براشم رو کمتر یا بیشتر بکنم. به طور مثال این کار انجام میدم. اما کار کردن با ابزار میکسر براش به چه صورت هست؟ نکته که اینجا حائز اهمیته، مدل هایی هست که برای شما تعریف شده و شما میتونید انتخاب کنید، یا اینکه خودتون به شکل دستی وت بودن یا مقدار خیس بودن قلمتون رو تغییر بدید. در گزینه لود میتونین تعیین بکنید که چقدر قلم شما در حقیقت روی ترکیب رنگ ها کار بکنه. از گزینه میکس میتونین استفاده بکنید برای اینکه شدت ترکیب رنگ ها رو کم و زیاد بکنید، یا گزینه فلو برای در حقیقت کم یا زیاد کردن ایر براش شما هست. نکته حائز اهمیت قسمتی است که اینجا وجود داره. شما میتونید قلمی رو اینجا اضافه بکنید یا لود بکنید، یا قلم هایی که از رنگ های تخت استفاده میکنن و بهره ببرید. به طور مثال روی جعبه رنگم کلیک میکنم و رنگ قرمز رو استفاده میکنم. خب حالا با کلیک و درگ کردن من رنگ قرمز در حالت very wet، یعنی خیلی خیس، روی تصویر من با تصویر من ترکیب میشه. اما نکته جالب توجه کجاست؟ نکته جالب توجه اینجاست که یک، شما میتونید نقاشیتون رو در لایه دیگه انجام بدید که خیلی خیلی مزیت‌های جذاب و فوق‌العاده‌ای رو به شما میده. سامپل آل لایرز رو فعال می‌کنم و یک لایه می‌سازم. نکته اول. نکته دوم، اگر دقیقاً می‌خواید تصویرتون رو تبدیل به نقاشی بکنید با رنگ خودش، باید در منطقه که هستیم کلید آلت رو نگهدارین و کلیک کنین تا یک نمونه از این منطقه در سامپل‌های شما این بالا قرار بگیره. می‌تونم قلمم رو کوچیک‌تر بکنم. به طور مثال قلمم ریسترش آلتون یه مقدار درشت‌تر فکر می‌کنم. آلتون یه می‌دارم. اینجا کلیک میکنم، مدل very wet رو به طور مثال به dry high در light load تغییر میدم و شروع میکنم به کلیک درگ کردن و پینت کردن تصویرم. نکته جالب توجه، لایه‌ای است که برای من ساخته شده و دارم داخل اون کار میکنم. اگر اینجا رسیدم دوباره آلتون رو گرم میدارم، کلیک میکنم، از اینجا نمونه برمیدارم که رنگ های من مشابه اون قسمت درات و بسیار زیاد و زیبا میتونین که روی ترکیب های مختلف کار بکنید. حالا فرض کنید که کل این عکس رو اگر بخوایم تبدیل بکنیم، روی سبز کلیک میکنم و درگ میکنم. لازم به ذکر که به شما بگم من الان با قلم نوری دارم کار میکنم و دست من خیلی خیلی بازه، و برای تغییراتی که دلم میخواد بدم آلت نگه میدارم، کلیک میکنم، شروع میکنم اینجا کلیک درگ کردن و با استفاده از ابزار میکسر براش سعی میکنم که الان این قسمت رو رنگ بکنم. و ببین آلت نگه میدارم، اینجا خوب نخواهد بود، میخوام تیره شه. آتو اینجا نگه میدارم، سعی میکنم اینو تیرش بکنم قسمت رو، و فوق‌العاده برای من میتونه جذاب باشه کار کردن با ابزار میکسر براش، اونم در لایه دیگه. اتفاق جالب و جذابی که اینجا میفته چیه؟
اتفاق جالب و جذابی که اینجا برای من میفته این هستش که من زمانی که این کار انجام میدم، حالا پینچ من تمام میشه یا تغییری میکنه، زومین میکنم تا سوژه مورد نظرم رو از نزدیک ببینم، میتونم بلندینگ مود هاشو عوض بکنم، بتونم مثلا بلندینگ مود رو از نورمال روی مالتیپلای بذارم یا بلندینگ مود های دیگه رو استفاده بکنم بسته به نیازم یا ترکیبی که میخوام داشته باشم، یا از فیلترها استفاده بکنم. سعی میکنم تکنیک های جالب و جذابی رو از در حقیقت میکسر براش براتون بذارم، هرچند که الان داریم فقط روی آموزش ابزار میکسر براش کار میکنیم چون از ویژگی های فوتوشاپ CS5 هست.